رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص، اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعتراف خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیش رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. برخی از داستان‌ها و اعترافات نیازمنده همراهی و پاسخگویی شما مخاطبان عزیز دل رادیو ممنوع است. داستان اعتراف امروز یکی از این داستان هاست. داستانی کاملاً بر پایه واقعیت که این مخاطب عزیز عاجزانه از شما درخواست کمک داره. برای سرگرمی به رابطه تلفنی ادامه دادم و در مدت کوتاهی با توجه به ابراز عواطف دختر جوان ارتباط ما به قرار ملاقات در پارک ختم شد و توسط او برای اولین بار در زندگیم به یک مجلس پارتی دعوت شدم. اتوبوس در ایستگاه توقف کرد و من پیاده شدم، اما هنوز چند دقیقه نگذشته بود که پیامک عاشقانه ای از طریق تلفن همراه دریافت کردم. چون شماره فرد ارسال کننده پیامک ناشناس بود به آن توجه نشان ندادم، ولی چند دقیقه بعد دوباره پیامکی دریافت کردم که در متن آن نوشته شده بود: امیر جان، خیلی دوست داشتنی هستی. من بلا فاصله با شماره تلفن مورد نظر تماس گرفتم و دختری گوشی رو جواب داد و در پاسخ به هر سوالم فقط میگفت دوست دارم. این مسئله فکرم رو حسابی به خودش مشغول کرده بود و هرچی با خودم کلنجار میرفتم متوجه نشدم این دختر خانم کیست و اسم مرا از کجا میداند. امیر ادامه داد: متاسفانه این موضوع را از پدر و مادرم مخفی کردم و به ارتباط تلفنی خود با دختر غریبه که خیلی هم لفظ قلم حرف میزد ادامه دادم. او بالاخره پس از گذشت 3 روز گفت در اتوبوس شرکت واحد زمانی که شماره تلفنمو به دوستم دادم اون رو یادداشت کرده و اسم منو نیز هنگامی که با دوستم حرف می‌زدم شنیده. امیر گفت من برای سرگرمی به این رابطه تلفنی ادامه دادم و در مدت کوتاهی با توجه به ابراز عواطف دختر جوان ارتباط ما به قرار ملاقات در پارکی ختم شد و توسط این دختر 18 ساله برای اولین بار در زندگیم به یک مجلس پارتی دعوت شدم. ملیکا در این مجلس که 4 دختر و 6 پسر جوان حضور داشتن، منو به عنوان نامزد خودش معرفی کرد و ما چند تا عکس دست جمعی هم گرفتیم. اون منو همراه خودش چند بار دیگه هم به مجالس پارتی برد و به همین راحتی که براتون تعریف کردم در کمتر از چند ماه بدون اون که بدونم چه غلطی کردم به مواد روانگردان وابسته شدم. الان در شرایطی قرار گرفتم که ملیکا میگه بارداره و هر طور شده باید با هم ازدواج کنیم، اما من نمیخوام با دختری که پدرش فراریه و مادر و خواهرش فساد اخلاقی دارن ازدواج کنم و واقعا نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم. امروز مادر و دایی اون با قلدر بازی به سراغم اومدن و تهدیدم کردن که اگر هر چه زودتر ملیکا رو عقد نکنی آنچنان به حسابت میرسیم که مرغ‌های آسمون به حالت گریه کنن. ملیکا هم میگه اگر با اون ازدواج نکنم دست به خودکشی میزنم. کاش حواسمو جمع کرده بودم و به این بدبختی گرفتار نمیشدم. پیشنهاد شما عزیزان دلم چیه؟ امیدوارم بتونید این دوستمونو به نحو احسن راهنمایی کنی. گرگ گرگ میزاید و گوسفند گوسفند. فقط انسان است که گاهی گرگ میزاید و گاهی گوسفند. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.